و در دامنه کوهی موسوم به رحمت قرار دارد و درباره آن از این دست تعاریف بسیار و بسیار شنیده ایم. پارسه یا تخت جمشید، گوهر معماری جهان باستان، اینجا روزگاری غنی‌ترین شهر زیر آفتاب بوده است. در این مرکز برگزاری مهمترین جشن‌ها و آیین‌های امپراتوری جهانی ایران، هر ساله در آغاز سال یعنی اول فروردین ماه، نمایندگان و فرستادگان ساتراپی‌ها یا همان ایالات مختلف امپراتوری که داریوش بنیاد گذاشته بود در اینجا گرد هم می‌آمدند. آنان با خود هدایا و پیشکش‌های گوناگونی داشتند، همچون انواع زیورآلات ارزشمند، جام‌هایی از سنگ لاجورد یا طلا و حیوانات گوناگون. از یونانی‌ها و مصری‌ها گرفته تا بابلی‌ها و هندی‌ها همه حضور داشتند. هر کسی اجازه میافت از این پلکان ورودی به طرف صفه بیاد، کاملا مات و مبهوت میشد. اون در حالی که یک دشت سبز و خرم و پشت سر گذاشته بود، به صفه عظیمی که بیش از 14 متر از سطح زمین ارتفاع داره وارد میشد. صفه خارق‌العاده مملو از کاخهای متعدد و زیبا. ما الان در کاخ سدستون هستیم که خشایارشاه شروع کرد و اردشیر پسرش به پایان برد. این یکی از باشکوه‌ترین کاخ‌های تخت جمشید است. 100 تا ستون داشته، 10 ردیف در 10 ردیف. هر کسی که از پله‌های آپادانا بالا می‌آمد، بسیار تحت تأثیر عظمت و زیبایی آن قرار می‌گرفت. در اینجا با ستون‌هایی که هر کدوم 20 متر ارتفاع داشتن روبرو می‌شد، قلبش تندتر و تندتر می‌زد. بعد با گذر از میان درهای عظیم چوبی که با ورقه‌های نقشدار طلا و نقره مزین شده و هر کدوم 18 متر طول داشتن، وارد تالار اصلی شد. در درون کاخ اون الان شاهد فضای افسانه‌ای و باشکوهه. فرش‌های رنگ و رنگ سراسر تالار پوشانده، تزئینات دیوارها به ابهت کاخ افزوده. در بالا سقف عظیمی رو میبینه که به سبک زیبا رنگامیزی و تزئین شده و بخره در انتهای تالار اون میتونه پادشاه رو ببینه که بر روی اورنگ شاهی نشسته در حالی که مراسم بار آب شروع شده. به راستی که صحنه پرشکوهی بود. نمایندگان سراسر قلمرو به امپراتوری از این پله‌ها عبور می‌کردند، به کاخ با عظمتی گام گذاشتند تا تحفه‌ها و هدایای خود را با احترام تقدیم پادشاه کنند. هر هیئت را نجیب‌زاده‌ای پارسی یا مادی هدایت می‌کرد. سپس ایشان به حضور پادشاه معرفی می‌شدند تا هدایای خود را پیشکش کنند. و بعد جشن نوروز و مراسم سال نو آغاز می شد که آن را با نمادی از درآویختن شیر با گاو نمایش می دادند، یعنی که سال کهنه را سال نو به پایان رسانده است. چون این بود تخت جمشید. پیشا پیش بذارید خدمتتون عرض بکنم که تخت جمشید همجوری مقدمتاً و بدون اینکه وارد عرضه دلایل و استنادات بشم، تخت جمشید یک مجموعه نیمه تمامی است که هیچ قسمتیش حد اکثر بیش از 30% کار اجراییش پیش نرفته. اما من میخوام اینو بگم که گرچه مساحت این مجموعه خیلی زیاده و بیش از 130,000 متر مربعه، اما اگر تمام این 9 پنل کار ساختمانی که در این مجموعه به طور همزمان پیش میرفته تمامم شده بود، یعنی به مرحله انتهایی هم رسیده بود و تمام سرمایه گذاری و نقشه هایی که قرار بوده روش انجام شده بود، باز هم به نسبت آثار معماری که در جهان باقی مانده از دوران خیلی کهن‌تر از تخت جمشید، یک مجموعه بسیار حقیره و قابل اعتنا نیست. مثلا وقتی اینو بخوایم با آثاری که در مصر وجود داره بسنجیم، اصلا به هیچ وجه ارزش گذاری معماری روش ممکن نیست، برای اینکه این حتی با یک ستون
معابد مصر هم قابل سنجش نیست، یا با اهرام مصر که اصلا نمیشه به هیچ نحو برابری، یا حتی نمیتونی اینا رو با هم سنجید، یا مثلا فرض کنید با ابوالهول در مصر هیچ اسفنکسی رو در جهان نمیشه سنجید، چه برسه اون دو تا چهار تا اسفنکس نیمه کاره‌ای که در تخت جمشید هست. به همین ترتیب آثار معماری که در آسیای جنوب شرقی هست حیرت انگیزه، تخت جمشید در مقابلش واقعا قابل گفتگو نیست، یا در هند یا در یونان حتی دقت کنید، به این ترتیب یا به خصوص و به ویژه در بین النهرین آثار سلوکی باقی مانده در اردن، در شام، در لبنان و در ترکیه حتی، اینها کارهای با به اصطلاح اجراهای باور نکردنی، چه از نظر ظرافت، چه از نظر محاسبه، چه از نظر نقش اندازی، چه از نظر دشواری محل کار. اما الان در دنیا کاملا قضیه لااقل برای ایرانی ها به این صورت تفهیم شده که در جهان هیچ چیزی، هیچ معماری بالاتر از معماری تخت جمشید نیست، اون هم در جهانی که مثلا دیوار چین یک قسمت کوتاهش با تمام تخت جمشید برابری میکنه، که اصلا کارهای فوق تصور انسانیست و تمام شده است و بهره برداری شده است و پابرجایی شده در تاریخ نشون داده. این مطلب راجع به تخت جمشید، یه مطلب این که اصولا تخت جمشید بر خرابه های یک زیگورات خشت و گلی ایلامی بالا رفته، یعنی پیش از تصرف تخت جمشید به وسیله هخامنشیان اینجا یک مجموعه کامل معابد ایلامی و یک زیگورات قابل بهره برداری و در حال بهره برداری بوده. بخشی از این زیگورات را و این ابنیه خشت و گلی ایلامی را هخامنشیان اولیه، یعنی فقط در زمان داریوش و خشایارشا فرزندش، تخریب کردند و به جاش چند پنل ساختمانی رو آغاز کردند که در اثر حادثه‌ای که بعد بهش اشاره میکنیم این ادامه کار هم متوقف ماند و در اوایل ساخت تخت جمشید مثلا ادامه کار ابنیه به خودش رها شد، به خود رها شدنی که تا همین امروز هم به خودش رها. یعنی آن چیزی که امروز شما در تخت جمشید میبینید همون چیزی است که در 2480 سال پیش به خودش رها شده. از اصولا تخت جمشید بسته به شرایط اقلیمی ایران برای هیچ نقطه ای از ایران یک بنای بومی نیست. هرگز پیش از بنای تخت جمشید شما در سراسر ایران مجموعه ابنی سنگی ندارید، پس از تخت جمشید هم باز مجموعه ابنی سنگی ندارید، چون اینجا یه سرزمینی است که فقط فاصله درجه حرارت بین شب و روزش غالبا تا 20 درجه کم و زیاد میشه و بین فصل تابستون و زمستونش گاه تا 40 درجه کم و زیاد میشه. در یه چنین شرایط اقلیمی که کسی با سنگ بنا نمیسازه، چون سنگ اصولا هادی سرما و هادی گرماست و در یک محیطی که انقدر تفاوت درجه حرارتی هست کسی اصلا در این سرزمین ذهنیت ابنیه سنگی نداره، هنوزم نداره.